به نام خدا. 35 مبحث از درس هیدرودینامیک رو در خدمت شما هستیم با ارائه قسمت سوم از سری های استاندارد هیدرودینامیکی که دو جلسه قبل در این زمینه صحبت کردیم. قسمت سوم رو در اینجا ادامه خواهیم داد. اما قبل از اینکه این مبحث رو من خدمت شما شروع بکنم، یک مبحث تکمیلی از جلسه قبل مونده بود که این رو اینجا لازم میدونم یک توضیح خدمت شما بدم. در ارتباط با روش هولتروپ ما برای محاسبه مقاومت موجسازی در اونجا یک رابطه ارائه کردیم. این مربوط به مقاله اولی بودش که آیه هولتروپ ارائه کرده بود، اما در منبعی که داشتیم در اینجا یک مقداری این فرمول اولیه که توسط ایشون داده شده بود توسط خودشون باز دوباره ورژن کاملتری از این ارائه شد که من این رو لازم دیدم در اینجا باز دوباره به عنوان تکمیل مبحثمون خدمت شما بگم. در اینجا برای 3 تا محدوده عدد فرود مختلف میاد و مقدار مقاومت موجسازی رو مجدداً محاسبه میکنه. در این قسمت برای محدوده عدد فرود کوچکتر از 14، یعنی 3 تا محدوده که میده برای عدد فرود کوچکتر از 14، اعداد فرود بزرگتر از 55 و اعداد فرود بین 14 الی 55 میاد مقادیر رو به صورت متفاوت ارائه میکنه. در ابتدا برای محدوده عدد فرود کوچکتر از 14 باز رابطه رو به این صورت میده. مقادیری که تو این رابطه هست من دیگه باز اینجا تکرار نمیکنم، مثل حالتهای قبل یک سری ضرایب رو شما در اینجا میدید. این ضرایب رو باز خودش به صورت یک سری فرمول های دیگه ارائه کرده. ما پارامترهای هندسی که در این روابط مد نظر هست رو داریم، جزء ورودی مسئله است، مشخصات هندسی بدنه هست و روابطی که در برای محاسبه عدد فرود میخواست وابسته به سرعت بود که این رو هم داشتیم. پس بنابراین ما میتونیم برای این محدود عدد فرود به راحتی این رابطه رو حساب بکنیم. همچنین برای عدد فرود بزرگتر از 55 باز این رابطه رو شما میبینید. مقادیری که ما در به اصطلاح حالت قبلی نداشتیم، یعنی در اینجا نبود یا متفاوت هست، رو اومده در این قسمت مجددا تعریف کرده. برای پارامترهای دیگه که شما اینجا نمیبینید از همین حالت قبل میتونید از همینجا استفاده بکنید. و اما برای محدوده عدد فرود بین 14 و 55 هم این رابطه رو داده که در اینجا RW در عدد فرود 14، یعنی همین عدد فرودی که شما اینجا در نظر گرفتید، مقدار RW رو حساب کردید، این مقدار رو حساب میکنید در اینجا جاگذاری میکنید. یا در این قسمت که برای مقدار RW مقاومت موجسازی رو در عدد فرود 55 مد نظرش هست، یعنی شما این رابطه رو محاسبه میکنید، مقدار RW رو به دست میارید و در این رابطه جاگذاری میکنید. و مقدار عدد فرودی هم که شما اینجا میبینید مربوط هست به همین مقدار حاضری که الان در این حالت سوم شما باید مقادیرش رو به دست بیارید. این یک بحث تکمیلی که از مبحث قبل جا مونده بود. اما یک مبحث دیگه که از روش هولتروپ برای تکمیلش باید بگم خدمتتون هستش که ما ضرایب هندسی از بدنه رو که مد نظرمون هست باید در اینجا باید استفاده بکنیم. گفتم که به عنوان ورودی مسئله هست و ما این رو میدونیم. اما اگر در مواردی پیش اومد که اگر شما این مقدارها رو نمیدونستید، میتونید از این روابطی که اینجا گفتم استفاده بکنید. نکنید ما یک مبحثی رو در ادامه خواهیم داشت برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیک بدنه، عوض میخوام برای ضرایب هندسی بدنه و در اونجا بحث مفصلی خواهیم کرد، ولی برای اینکه در اینجا کار لنگ نمونه و بتونید محاسبات رو انجام بدید، من این رو در این قسمت به این صورت آوردم در اینجا که مقدار CM برابر است با 78000 به علاوه 21% در CB که ما اینجا ضریب بلوکی رو میبینیم که نقش محوری داره. شما اون که ضریب بلوکی رو داشته باشید ازش CM رو میتونید به دست بیارید، حالا با روش‌های مختلف، حالا در اینجا دو تا روش گفته شده، یا ضریب صفحه آبخور رو هم به همین ترتیب شما میتونید مقدارش رو به دست بیارید. البته این رابطه برای با این شرط بیان شده که CB ما بین 65% تا 0.8 باشه. حالا روابط متعددی ما داریم که میگم در جای خودش ما انشاءالله این رو بهش خواهیم رسید و بیان خواهیم کرد. اما یک قسمت دیگه هم که در توضیح بیشتر از روش هولتروپ باید بگم، اونجا اگه خاطرتون باشه ما یک مثلا مساحت به نام ABT رو تعریف میکردیم که مساحت مقطع عرضی حبابی سینه بود که در اینجا نشون داده شده که به چه صورت به دست میاد. ما اگر اینجا عمود سینه فور پرپندیکولار رو داشته باشیم و اینجا یک برش بزنیم، مقطعی رو که شما دارید می‌بینید یه همچین شکلی خواهد بود. این یک مساحتی داره، مقدار مساحتش برابر با ABT هستش که در اون روابطی که مد نظر بود جاگذاری می‌کرد. یه پارامتر دیگه هم به نام پارامتر H یا HB در روابط وارد می‌شد که گفتیم مرکز سطح این مساحت مقطع عرضی حبابی سینه هست تا خط کیل یا همون بیسلاینی که الان اینجا به این صورت نشون داده شده.
این فاصله رو به صورت HB ما میبینیم و این رو هم میتونید در روابط به راحتی استفاده کنید. این هم برای توضیح بیشتر از پارامترهایی که ما در روش هولتروپ باید داشته باشیم و بتونیم استفاده کنیم. اما روش دیگه‌ای که ما برای محاسبه مقاومت و توان کشتی‌های جابجایی یا کشتی‌های تجاری معمولی یا کشتی تندرو در واقع میتونیم استفاده کنیم همین سری BSRA هست. این مخفف British Ship Research Association هست که یک روش انگلیسی هستش برای محاسبه توان مؤثر و مقاومت در کشتی‌ها. در اینجا باید خدمت شما بگیم که این سری استاندارد شامل خطوط بدنه به همراه اطلاعات رانش هست، یک سری کامل و کارآمد هست و میتونه در کارهای طراحی به شما کمک بکنه. این سری در بین سالهای 1950 تا 1960 تدوین شده و شما نمونه از این خطوط بدنه رو در اینجا دارید میبینید که الان این مثلا برای ضریب بلوکی برابر با 65 صدم تهیه شده. این کلیاتی از این سری BSRA هستش که اینجا شما دارید میبینید. اما یک نکته‌ای که در اینجا لازم هست که من یادآوری بکنم این هستش که این سری رو به اسم سری 400 فوتی هم میشناسن. یعنی شما در بعضی از منابع از جمله در سیلابس همین درس هیدرودینامیک رو که شما خاطرتون باشه من نشون دادم، در اونجا عنوان سری 400 فوتی رو شما دیدید که مثلا در سیلابس اومده. سری 400 فوتی منظور همین سری هستش که من الان اینجا معرفی کردم. علت اینکه نام 400 فوت رو برای این میگذارن این هستش که اطلاعات موجود بر اساس یک کشتی 400 فوتی یعنی 122 متری بیان شده، ولی برای شرایط هندسی مختلف نکنید شما فرقی نمی کنه که حالا طول کشتی یا ابعاد کشتی رو شما چقدر گرفته باشید. ممکنه شما مثلا این اطلاعات رو برای یک کشتی مدل مثلا 2 متری استخراج کرده باشید. حالا اینجا به عنوان مبنا اومده یک کشتی 400 فوتی رو مبنا گرفته و بعد نتایج رو میگه که ما با یک اصلاحات خیلی مختصر و ناچیزی میتونیم برای کشتی‌های مختلف با ضرائب هندسی مختلف بدنه استفاده بکنیم. یعنی طول کشتی برای یکسان هست برای تمام این اطلاعاتی که ارائه شده در این روش، ولی ضرائب هندسی و شکل هندسی بدنه در حالت‌های مختلف رو باهاش بازی کرده و تغییر داده. ابعاد اون کشتی که مد نظر هست در این روش طول 400 فوت، عرض 55 فوت و حد اکثر آبخور 26 فوت داره. این یعنی اون ابعاد مبنایی که ما در این روش مد نظرمون هست و داریم. اما تعداد آبخورهای ما برای 4 آبخور مختلف هست. برای آبخور 26 فوتی، 21 فوتی، 16 فوتی و 16 فوتی دارای کلیم. این 4 تا حالت آبخور مختلفی هستش که ما برای این 4 تا حالت نمودارهای مجزایی رو داریم برای هر ضریب بلوکی مجزا. یعنی هر ضریب بلوکی رو ما 4 تا آبخور ازش اطلاعات رو داریم، در صورت‌های مختلف اطلاعات برایش ارائه شده که حالا نمونه هایش رو شما در ادامه خواهید دید. اما محدوده کاربرد این رابطه به این صورت تعریف میشه. برای محدوده سرعت نسبت وی کا بخش بر رادیکال ال رو که این حالا ال اف که اینجا بیان کرده همون طول کشتی هست، وی بخش بر رادیکال اف برابر با 2.85 یا اگر بر مبنای عدد فرود بخوام در نظر بگیریم در محدوده عدد فرود 0.06 الی 0.25 ارائه شده. که البته از این رابطه به این صورت که اینجا بیان شده باز وی رو بر حسب نات و عدد طول رو بر حسب فوت جاگذاری کرده در این رابطه، ولی در عدد به اصطلاح خود فرود به دلیل اینکه مقدار جی در اینجا وارد میشه و دیمانسیون ها باید بخونه، ما باید از به اصطلاح یا روابط یا از مبنای انگلیسی یا از مبنای اس آی بیایم و استفاده بکنیم. خب در اینجا شما دقت بکنید که این پس از این محدوده سرعت رو ما به دست میاریم، اما پارامترهای هندسی مختلفی که ما اینجا داریم رو به اصطلاح به 4 حالت مختلف بیان شده. این پارامترهای هندسی که باش با اینها رو تغییر داده و برای ما شکل‌های مختلفی رو فراهم کرده که بتونیم ازش در حیطه وسیع‌تری از طراحی استفاده بکنیم. به عنوان مثال در اینجا دقت بکنید مقدار ضریب بلوکی رو بین 0.6 تا 85 صدم اومده گرفته. یا حتی قبلش من در اینجا باز یادآوری بکنم که این محدوده 600 تا 2500 محدوده مناسبی هست. حالا تصور نشه که این محدوده کوچک و ناکارآمدی. اتفاقا شما اکثر کشتی‌های تجاری معمولی رو که در نظر بگیرید محدوده عدد فرودشون زیر 2500 هست. اینو قبلا هم
صحبت کردیم و گفتیم یا در حول و حوش همین عدد 2500 هست، ما میتونیم از این سری در محدوده وسیع از کشتی ها استفاده بکنیم. اما برای مقادیر پارامترهای هندسی هم مقادیری که در اینجا داده شده مقادیر رایجی هست. برای مقادیر سی ای بی بین 6 تا 8.5 صدم، بی وی تی بین 2 تا 4، ال به ناوبلا به توان 1/3 بین 4.5 تا 6.5 و ال سی بی به صورت درصدی از طول از وسط شناور در محدوده منفی 2 تا مثبت 2. این 4 تا پارامتر هندسی اصلی هستش که ما سراغ داریم. اما مقدار ال سی بی مرکز بویانسی طولی به این صورت قابل محاسبه است: 20 ضرب در سی ای بی منهای 675 هزارم به صورت البته درصدی از طول نسبت به وسط شناور. این از مقدار ال سی بی که چه رابطه‌ای داره با مقدار سی ای بی. اما در نهایت ما اون چه که نکته کلیدی و رابطه کلیدی این روش به صورت سری استاندارد هست، این ضریب 3400 هستش که اینجا شما دارید می‌بینید. این ضریب 3400 به شما کمک میکنه که این ضرائب مربوط به کشتی 400 فوتی رو به این صورت محاسبه بکنید. عدد به این صورت به دست میاد که 579.8 ضرب در پی ای که اینجا پی ای افکتیو پاور هستش بر حسب کیلووات به دست میاد، دلتا بر حسب تون و سرعت بر حسب نات هست که اینجا میشه دلتا به توان 2/3 ضرب در وی به توان 3. این عبارت به شما مقدار سی رو میده. این اندیس 400 هم که منظور این هستش که این مربوط هست به کشتی 400 فوتی. اما این ضریب سی 400 رو اگه ما داشته باشیم چه خروجی ازش در نظر میگیریم؟ ما میگیم این رو از نمودارهای طراحی که داریم استخراج میکنیم. مقدار سی 400 رو که استخراج کردیم در نابلا به توان 2/3 ضرب در وی به توان 3 تقسیم بر 579.8 تقسیم میکنیم. عددی که به دست میاریم برابر با پی افکتیو یا پی ای خواهد بود، توان مؤثر کشتی که حالا بعدها خواهید دید که از این چه استفاده‌ای در طراحی خواهیم کرد. پس بنابراین ما خروجیمون و نتیجه کارمون این پی افکتیو هستش که ما میتونیم از این سری داشته باشیم. این سری نمیاد به شما مقادیر مقاومت رو بده، مستقیم به شما توان مؤثر رو میده و از این توان مؤثر میتونید با یک سری حالا در یک سری راندمان هایی که روش لحاظ میکنید توان موتور کشتی رو به دست بیارید. این سی 400 به چه صورت به دست میاد؟ نمونه از این به اصطلاح اطلاعات رو الان ما در اینجا خدمت شما ارائه میکنیم. اینجا محور افقیمون بر حسب ضریب بلوکی هست، محور عمودیمون هم همین مقدار عدد سی هست یا سی 400 هست و مقادیر روی نمودار رو شما میبینید که سرعت های مختلفی هستش که کشتی میتونه داشته باشه. اما همینطور که گفتم هر کدوم از اینها رو ما برای یک آبخور مشخص داریم. در اینجا من گفتم که ما برای 4 تا آبخور مختلف مقادیر رو داریم: 26، 21، 16 و 16 دارای تیریم. 4 تا آبخوری هستش که ما مقادیر رو به صورت مجزا براش ارائه می‌کنیم. در اینجا آبخور 26 فوتی اومده و ارائه شده. آبخور 26 فوت رو شما اینجا دارید می‌بینید. برای محدوده مختلفی از ضریب بلوکی سی بی مقادیر سی رو می‌تونیم بخونیم. مثلا اگر ما یک کشتی داشته باشیم که برای ضریب بلوکی 7/10 مد نظر باشه و سرعت 16 نات، این 7/10 میاد تا اینجا سرعت 16 نات و اینجا مقدار عدد 30 رو میخونید. موقعی که عدد 30 رو خوندید یعنی این برای کشتی مبنای 400 فوتی به دست اومده. مقدار 30 رو که از اینجا دارید این رابطه اعمال میکنید، مقدار پی افکتیو خروجی این رابطه و خروجی این نمودار به دست خواهد اومد. و یعنی شما این پی افکتیو رو حالا چرا اینقدر داره میگه؟ ما کلن اصلا هدفمون از محاسبه مقاومت هم این هستش که ما همین توان مؤثر رو به دست بیاریم، از توان مؤثر برسیم به توان موتور، ببینیم این کشتی باید چه توانی به اصطلاح از موتور درش نصب بشه به صورتی که بتونه به اون سرعتی که مد نظر ما هست برسه. اینو شما دقت داشته باشید. حالا اینجا دیگه اون بحث مقاومت و اینها رو نیومده بگه و موضوع رو اومده یک پاسه کرده و خلاصه کرده در این. از سابقه این موضوع هم من اینجا لازم هست که یادآوری بکنم. این رابطه رو خوب نگاه کنید. ما قبل از این یه روشی به نام روش آدمیرالتی به عنوان ساده ترین و کلی ترین روش برای تخمین توان کشتی اومدیم خدمت شما گفتیم. اونجا دقت اگر میکردید برای محدوده های مختلفی از کشتی ها میومدیم، مثلا میگفتیم برای کشتی های نفتیش اگه مد نظر هست این نسبت پی ای بخش بر نابلا به توان 2/3 ضرب در وی به توان 3 رو محاسبه میکردیم. حالا این ضریب 579.8 رو اونجا نداشتیم، این خودش رو در اون ضریبی که مد نظرم بود ظاهر میشد و نشون میداد.
خب موقعی که ما این مقادیر رو یه کار آماری انجام میدادیم، برای چند تا کشتی رو لیست میکردیم، توان، توناژ و سرعت اینا رو استخراج میکردیم، اینا رو که لیست میکردیم هول و هوش اون ضریب آدمیرالتی برای ما به دست میومد. خب در اون شرایط شما مثلا میرفتید دیتا های دیه تعدادی کشتی که مثلا با نوع کشتی شما یکی هست، شکل و شمایل و ضریب بدنش نزدیک هست، حالا با توناژ های مختلف، مثلا یک کشتی نفکش چون کلیت کشتی های نفکش، چه کشتی نفکش مثلا 20,000 تنی 30,000 تنی باشه چه 300,000 تنی باشه، پولوهوش زرایی به بدنشون به هم شبیهه، یعنی خیلی تفاوت اونچنانی نداره. مثلا شما هیچ کشتی نفکشی پیدا نمی کنید که مثلا زرایی به بلوک 6 دهم باشه، همشون مثلا عدد بالای 8 دهم و 85 صدم و اینا هستن. خب برای اونها یه حالت کلی سرچ میکردید، مقادیر رو استخراج میکردید و از اون اگه خاطرتون باشه تو روش آدمیرالتی اون تقریبی از ضرائب رو برای هر نوع از کشتی که به دست می آوردید از خروجی اون می اومدید توان رو محاسبه می کردید، توان موتور رو. اما در این روش، حالا اون روش روش انگلیسی بود، اینم یه روش انگلیسیه، باز اومده گفته به جای اینکه ما بیایم یه حالت کلی فقط از دیتاهای مختلف سرچ بکنیم یا جمع آوری بکنیم و کار آماری بکنیم، این اطلاعات رو اومدن به صورت تست روی مبنای کشتی 400 فوتی ارائه کردن، یعنی یک مقداری کار رو برای ما در این مرحله ساده تر کردن. پس اینو دقت بکنید، نکنید ما اگر میگیم اینجا کشتی 400 فوتی نه به این دلیل هست و نه به این مفهوم است که ما فقط کشتی اگه 400 فوتی داشته باشیم میتونیم استفاده بکنیم. شما همونطور که در روش آدمیرالتی از کشتی‌های مختلف یه کار آماری میکردید برای کشتی خودتون با هر ابعادی استفاده میکردید، اینجا همین کارو میکنید. فقط حالا اینجا یک سری اصلاحات کوچیکی مد نظر هست، باید بیاین 3400 به اصطلاح اما بشه که حالا در ادامه روش صحبت خواهیم کرد. پس بنابراین این مقادیر 3400 رو ما از نمودارهای مختلفی که برای CBD های مختلف اما برای یک آپر مشخص داده شده به اصطلاح مقادیر رو استخراج میکنیم و به دست میاریم. اما نکته ای که شما بخواید این رو برای کشتی های با ابعاد مختلف استفاده بکنید، اینجا یک نکته خیلی مهم و واجبی وجود داره که باید ذکر بشه. اثرات اصلاحی مقیاس طول نشان داده است که اثرات آن روی سی کمتر از 0.5% است، لذا با یک ضریب اطمینان قابل پوشش است و در اینجا بررسی نمی شود. نکنید قضیه از چه قراره؟ میاد بررسی کرده، حالا در همین کتاب شیب رزیستنس اند پروپالشن یا در این سه تا منبعی که الان اینجا مثلا ذکر شده، شما مباحث مفصلی رو و دامنه داره میبینید که اومده مثلا بررسی کرده که اگر ما به جای یک کشتی 400 فوتی مثلا یک کشتی با طول مثلا 450 فوت یا 200 فوت یا 100 فوت بخوام استفاده بکنیم، چقدر ما باید این ضریبی که اینجا داریم رو تغییرش بدیم. مباحث متعددی رو اونجا مطرح کرده، آخر کار به این نتیجه رسیده این خیلی مهم نیست، یعنی اینجا مثبت و منفی 0.5% بیشتر این ضریب 3400 ما جابجا نمیشه. اینجا CSی که اینجا نوشته، S منظور این شیپ، اون کشتی که مد نظر شما هست با طولی متفاوت از 400 فوت هست، اینجا ضریبی که شما از این تیپ از نمودارها به دست میارید برای 3400، این دلتا سی همون مقدار خطایی هستش که ما در اینها داریم. اینجا من به دلیل اینکه مبحث به هر حال خیلی نمیتونه در این فیلم‌های آموزشی طولانی باشه، اینها رو من دیگه اونجا فاکتور گرفتم، چون آخرین نتیجهش برای ما مهم است. آخر کار هم به این نتیجه رسیدی که این هول و هوش 0.5% بیشتر نمیتونه موثر باشه، بنابراین خود توصیه منابع به این صورت هست که شما این رو خیلی نمیخواد تغییر بدید، یعنی شما همین به اصطلاح مقدار 3400 که از این نمودارها به دست میارید این رو در این رابطه جاگذاری میکنید، در دلتا در توناژ اون کشتی مد نظر خودتون با اون سرعتی که مد نظر خودتون هست جاگذاری میکنید، پی افکتیو کشتیتون رو به دست میارید. یعنی شما الان به عنوان تکمیل پروژهتون کاری که انجام میدید این هستش که ابتدا با توجه به اون ضریب بلوکی کشتیتون هر چقدر که هست و سرعتی که کشتیتون داره هر چقدر که هست، مقدار سی رو ابتدا محاسبه میکنید، سی 400 رو، این رو قرار بود تعمیم بدید به کشتی خودتون که اینجا با توجه به صحبتی که میگم خیلی مهم نیستش، از همون سی 400 میتونید استفاده بکنید. این سی 400 رو که اینجا به دست آوردید، توناژ کشتیتون و سرعت کشتیتون رو جاگذاری میکنید، توان موثر کشتیتون به همین راحتی به دست میاد طبق این رابطه‌ای که اینجا الان شما دارید میبینید. که در این رابطه با زوره یادآوری میکنیم که PAE بر حسب کیلووات، دلتا بر حسب تن و وی بر حسب نات هست. دقت کنید که اینجا عدد نات رو ما داریم نه متر بر ثانیه. خب اینم از این مبحث، یعنی اینجا مشخص شد که ما
سری 400 فوتی رو نیازی نداره فقط برای یک کشتی 400 فوتی استفاده بکنید، برای هر توناژی و برای هر طولی از کشتی که شما مد نظرتون باشه میتونید استفاده بکنید. اثر توناژ رو شما در اینجا دارید میبینید که به این صورت برای کشتی های با توناژ های مختلف میتونید استفاده بکنید. فقط چیزی که باید عامل تشابه باشه در اینجا مقادیر ضریب بلوکی هستش که شما الان در اینجا دارید میبینید، یعنی موقع که شما یک کشتی نفکش مد نظرتونه با مثلا ضریب بلوکی 8/10 با همین 8/10 میاد تو نمودار مقادیر رو میخونید. اما این 26 فوت کجا خودش رو نشون میده؟ نکنید این 26 فوت مثل همین قضیه 400 فوتی که در طول داریم دلیلی نداره که شما دقیقاً اگر اینجا اومده برای 26 فوت آبخور بیان کرده آبخور کشتی شما 26 فوت باشه، اینجا اصلا مهم نیست. اینجا در ادامه هم خواهیم دید نسبت بی به تی مهمه، نسبت عرض به آبخور، پارامتری که اینجا شما دارید میبینید. نسبت بی به تی شما بین 2-4 باشه شما میتونید از این استانداردها، از این استاندارد 400 فوتی استفاده بکنید و در اینجا هم شما به همین روال باهاش برخورد میکنید. یعنی شما نسبت، شما در 4 تا آبخوری که دارید میبینید نگاه میکنید ببینید الان برای کشتیتون در چه شرایطی هستید، شرایط سبک یا بالاست، شرایط میانی یا فول لود هست، یا داره تریم یا بدون تریم، بر اساس اون شرایطی که دارید میاد یکی از این حالت‌ها رو مبنا قرار میدید و مقادیر پی افکتیو رو به دست میارید. یعنی این هم اینجا 24-26 فوتی که اینجا بیان شده مقادیری که آبخور اینجا داریم، خیلی نگران اون قضیه هم نباشید، ایجاد اشکالی نمی کنه. شما فقط کافیست که نسبت‌های ابعادی رو که ما در اینجا داریم ازش صحبت میکنیم 4 تا پارامتر رو رعایت بکنید، دقیقش دیگه مسئله ایجاد نخواهد کرد طبق این مسئله که الان اینجا ما این بحث نیم درصد رو که اینجا بهش رسیدیم. اما علاوه بر این، در این سری 400 فوتی ما یک سری ملاحظاتی رو داریم و یک سری بررسی‌های خیلی جالبی هستش در ارتباط با اثر حبابی سینه. این بررسی که در این سری از سری‌های هیدرودینامیک برای ملاحظات نصب حبابی سینه شده مربوط به این هست که ما مثلا برای چه محدوده‌ای از سرعت‌ها میتونیم حبابی سینه رو نصب بکنیم، کجاها مناسب هست و کجاها مناسب نیست. مثلا در یک سری محدوده های سرعت برای ما اصلا مناسب نیستش. مثلا شما الان اینجا یک کشتی کانتینر بر رو میبینید که با ضریب بلوکی پایین هست که بدنه تقریبا کشیده و در قسمت جلو نکتیز هست، و در این طرف هم شما یک کشتی نفکش رو میبینید که یک مقدار ضریب بلوکی بالاتری داره و اصطلاحا توپورتر هست. این کشتی ها محدوده سرعت بالاتری رو میرن، مثلا کشتی های کانتینر بر، اما کشتی های نفتکش محدوده سرعت پایین‌تر و محدوده عدد فرود پایین‌تری دارن. به همین دلیل هستش که شما در کشتی های کانتینر بر حبابی سینه رو در اکثر موارد ملاحظه می‌کنید، ولی در کشتی های نفتکش کمتر ملاحظه می‌کنید. مثلا در کشتی های فله بر کمتر هست، یا اگر هم باشه یک حالتی رو کشیده ای رو ادامه پیدا کرده تا اومده تا قسمت‌های نزدیک به خط آبخور یا اصلا موجود نیست. علت این که حالا موجود نیست در بعضی از این شناورها رو من در ادامه میگم که این سری 400 فوتی به چه دلیل و طبق چه نمودارهایی اینا رو بیان کرده که در بعضی شرایط نیاز نیست. اما حالا در اینجا اگه بخوام از فرصت استفاده کنم علت تفاوت شکل این دوتا حبابی سینه رو به شما بگم، این هستش که ما قبلا ناکنه توضیح دادیم که کار حبابی سینه چی بود. اگر این خط قرمز رنگی که اینجا شما میبینید حداقل آبخور یا آبخور در شرایط سبک شناور باشه، این خط سبز رنگ هم حد اکثر آبخور شناور باشه، میکنه در هر دو حالت این حبابی سینه نزدیک به خط آب داره حرکت میکنه و یک ناحیه کم فشار در نزدیکی سطح آب ایجاد میکنه، یعنی یک قهر موج ایجاد میکنه. در مباحث مقاومت موج سازی هم گفتم خدمتتون که موج سینه با قله شروع میشه، هرچند که گفتیم قله موج بلندتر باشه مقاومت موجسازی ما با توان 2 افزایش پیدا میکنه. خب یک پارامتر نامطلوب بود. گفتیم که اینجا حبابی سینه کمک میکنه به این که یک ناحیه کم فشار در ناحیه سینه ایجاد بشه. نکنید طبق قانون برنولی اگه ما یه سیاری داشته باشیم هرچی ما سرعت بره بالاتر فشار میاد پایینتر. الان نزدیک به سطح آب رو اگه شما در اینجا یا اینجا ببینید یک جسمی داره حرکت میکنه، در سیال اطراف اون چون سرعت رفته بالا فشار اومده پایین، هرچند فشار بیاد پایین یعنی یک ناحیه کم فشار، یک ناحیه گودی بالا سر این حبابی سینه ایجاد شده. وقتی با موج سینه ترکیب میشه یک موج با ارتفاع کم رو برای ما ایجاد میکنه. این میشه اثر مثبت حبابی سینه. اما
در کشتی های نفتکش این اتفاق نمیفته. چرا؟ نکنید شما در اینجا آبخور این دو تا کشتی رو با هم دیگه مقایسه بکنید. اصولا میگن کشتی های نفتکش مقدار ذخیره بویانسیشون خیلی کمه یا قسمت عمده از بدنه در داخل آب فرو میره به دلیل چگالی بالای سیالی که حمل میکنن. مثلا شما چگالی نفت رو برابر مثلا 18 یا 85 بگیریم، یعنی نسبت چگالی آب خیلی به هم نزدیکه. اصلا خود به خود ما در کشتی های نفتکش میبینیم که مقدار فرو رفتگی در آب زیاده، ولی در اینجا ما که کانتینرها رو حمل میکنن فضای داخلی خالی زیادی دارن، مجموع چگالی باری که حمل میکنه کم هست و اینجا شما میبینید که مقدار اون زیادی از بدنه در داخل آب فرو نمیره، مقدار ذخیره بویانسیمون بیشتر هست نسبت به کشتی های نفتکش. اما از اینکه بگذریم، شما آبخورها رو دقت بکنید. در اینجا ما آبخورمون کم هست، حبابی سینه نزدیک به سطح آب میتونه حرکت بکنه، اما در اینجا شما تصور بکنید که یه حبابی به این شکل رو بیارید در این قسمت نصب بکنید. الان این حبابی که شما در این قسمت در اینجا نصب بکنید از در حالت فول لود کشتی نفتکش از سطح آب فاصله زیادی داره، یعنی شاید این الان حدود مثلا 15 متر 20 متر با سطح آب فاصله داره. در این شرایط اصلا انقدر فاصله حبابی سینه از سطح آب زیاد هست که اصلا نمیتونه ناحیه کم فشار ایجاد کنه که بخواد باعث کاهش مقاومت محیط‌سازی سینه بشه. پس بنابراین این نصب حبابی به این شکل در این کشتی‌های یک مقداری مقرون به صرفه نیستش، توجیه نداره. اما در بعضی از نفتکش‌ها شما می‌بینید که به جای اینکه این شکل رو استفاده کنه، میاد یک مقدار این حبابی رو به صورت کشیده می‌سازه، میاره تا قسمت‌های بالای آب، تا قسمت‌های بالای بدنه که مجاورت بیشتری با سطح آب داشته باشه، یا این کارو می‌کنه یا اصلا در نفتکش‌ها حبابی سینه رو نصب نمی‌کنه، به خصوص به این شکل شمالی که شما اینجا دارید می‌بینید. این بحث فاصله و ارتفاع و این داستانایی که بودش، حالا از این فرصت گفتم استفاده کنم بگم. اما بحث سرعت کجا بیان میشه؟ بحث سرعت رو شما در نمودارهایی که سری 400 فوتی اومده بیان کرده شما میتونید ببینید. البته الان در این شکل هم شما میبینید که حالا در کشتی های نظامی یک به اصطلاح یک قسمت گنبدی سونار رو اصطلاحا بهش میگن، سونار دوم بهش میگن، در این قسمت هست. کارایی این با بحث‌های حبابی سینه متفاوت هست. در کشتی کانتینر بر گفتم با توجه به محدود سرعتی که داره و آبخوری که داره این شکل کارآمد هست و شما حبابی های سینه که میبینید یک جسم طویلی هستش که در قسمت پایین بدنه به اصطلاح قرار گرفته و در کشتی نفتکش هم که توضیحشو دادم این شکل شمایلی که شما در اینجا میبینید به چه دلیل هستش. اما محدوده سرعت ها و وابستگی این که ما در چه محدوده هایی از سرعت میتونیم حبابی سینه رو نصب بکنیم که مزیت هیدرودینامیکی به دست بیاریم رو در این نمودار توضیح داده و شما میبینید. در این نمودار دقت بکنید، محور افقی ضریب بلوکی هست و محور عمودی سرعت هست. محور افقی ضریب بلوکی و محور عمودی سرعت هست. اعدادی که روی این نمودارها نوشته شده نسبت مقاومت یا نسبت ضریب سی در حالتی که ما حبابی سینه داشته باشیم نسبت به حالتی که حبابی سینه نداشته باشیم و همچنین در حد اکثر آبخور یا همون لود درفتی که ما داریم. یعنی چی؟ ناکنید ما گفتیم که اینجا مقدار سی مستقیما به شما مقدار توان رو میده یا همون مقداری که شما وابسته هست خودش به مقاومت. اینها یک مفهومه، یعنی موقعی که شما سی زیاد بشه یعنی که مقاومت زیاد شده، یعنی توان زیاد شده. اگر کم بشه هم برعکس همین حالت. حالا اگر ما حبابی سینه رو روی کشتی نصب کنیم توقع داریم مقدار سی کم بشه یا زیاد بشه؟ خب بدیهی است که ما توقع داریم مقدار سی کم بشه، مقاومت کم بشه، توان مورد نیاز کمتر بشه. اگر ما حبابی سینه رو نصب کنیم و سی همون مقدار قبلی باشه یا بیشتر بشه، یعنی که ما یا مزیتی به دست نیاوردیم یا اصلا داریم خسارت میدیم و یک پنالتی داریم در ازای این کار میدیم. پس بنابراین چه مواقعی ما نصب حبابی سینه برامون مزیت ایجاد کرده؟ در شرایطی که شما این نسبت سی دارای حبابی به سی بدون حبابی رو که به هم تقسیم میکنید عددی کوچکتر از یک رو به دست بیارید. دقت بکنید، این در شرایطی هست که عددی کوچکتر از یک رو به دست بیارید، مثل این حالتایی که الان اینجا ما داریم. در اینجا دقت بکنید، در این محدوده‌ای که اینجا بیان شده مثلا عدد گفته 89 صدم، 9 دهم، 91 صدم، 92 صدم، یعنی اینجا عدد کوچکتر از یک. مثلا اینجا که گفته 9 دهم، یعنی این که شما در اثر حبابی سینه در این محدوده 10% صرفه‌جویی در توان دارید. خب این خیلی عدد قابل ملاحظه و مناسبی است. ما که در بحث هیدرودینامیک
صحبت از 1% بهبود و اینها میکنیم، اینجا مشخص که 10% چقدر تونسته مؤثر باشه و مفید باشه. اما دقت بکنید اشکال کار کجا به وجود میاد؟ در جاهایی به وجود میاد که شما میبینید که این نسبتی که اینجا ما تعریف کردیم بزرگتر از 1 هست. بزرگتر از 1 شده یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا شما حبابی سینه را نصب کردید، کمکی به شما نکرده که هیچی، توان بیشتری هم داره از شما میکشه. چون شما موقعی که اینجا عدد 30 تون افزایش پیدا کنه، طبق رابطه که قبل از این گفتیم، یعنی مشخصه که شما دارید توان بیشتری، یه افکتیو بیشتری دارید صرف میکنید. اگر از یک دیدگاه دیگه بخوایم این کار رو تفسیر بکنیم، مثالش رو مثلا برای یک ضریب بلوکی میتونیم بذاریم. یک کشتی مثلا کانتینر بر با ضریب بلوکی مثلا پایین ما داریم برابر با 55 صدم. خب محدوده سرعت رو نگاه کنید، 12 14 16 18 20 22 گره برای تا سرعت 22 گره که معمولا هم رایج هست برای کشتی های با ضریب بلوکی پایین، اومده اینجا این نمودار رو ترسیم کرده. در این عدد ضریب بلوکی 55 صدم شما که میایید بالا میگید اگر این کشتی کانتینر بر در محدوده مثلا 16 گره بخواد حرکت بکنه، نصب حبابی سینه فایده نداره که هیچی، ضرر هم داره، میشه محدوده زرد رنگ که من اینجا معلوم کردم. ولی اگر این محدوده که اگر این کشتی کانتینر بر بخواد در محدوده سرعت‌های بالاتر از 19 گره، در اینجا شما میبینید بالاتر از 19 گره حرکت کنه، میفته تو محدوده نمودارهایی که ما اعداد رو نمودارمون کوچکتر از 1 هست و هرچی این سرعت بیشتر افزایش پیدا کنه و بالاتر بره، مقادیر عددی که روی نمودار داریم کوچکتر خواهد شد و برای ما یک مزیت هیدرودینامیکی میتونه ایجاد بکنه. مثلا اگر ما در همین ضریب بلوکی 55 صدم بیایم مثلا در سرعت 21 گره حرکت بکنیم، اینجا اگر شما دقت بکنید محدوده‌ای که به شما میده یه چیزی حدود 95% هست، یعنی 5% باعث کاهش مقاومت یا 5% باعث کاهش توان مؤثر میشه، یعنی 5% برای شما مزیت به اصطلاح اقتصادی از نظر مصرف سوخت ایجاد کرد. این خیلی برای ما مزیت مناسبی محسوب میشه. اما دقت بکنید هرچی شما ضریب بلوکی ها رو که افزایش میدید، یعنی هرچی بدن توپرتر و چاقتر میشه، یعنی هرچی ضریب بلوکی بیشتر میشه، محدوده سرعت ها کاهش پیدا میکنه. مثلا شما اینجا برای محدوده ضریب بلوکی های زیر 16 سرعت رو تا 22 گره دارید، ولی برای ضریب بلوکی های مثلا 16 تا 17 محدود سرعت میبینید که کاهش پیدا کرده، میاد تا سقف 18 گره، از 17 به بعد هم باز دوباره پایین تر میاد، میاد تا مثلا هلوش 17 گره یا پایین تر که حالا ادامه رو خواهید دید. حالا در اینجا دقت بکنید ما موقعی که ضریب بلوکی هامون تغییر میکنه، محدوده سرعتمون تغییر پیدا میکنه، باید از بین نمودارها مراجعه بکنیم ببینیم که اگر ما حبابی سینه نصب کنیم به نفع هست یا نیست. در اینجا محدوده هایی که به صورت هاشور خورده نشون داده شده، محدوده هستش که مقدار 1 رو نشون میده، یعنی شما اگر در اینجا این عدد ضریب بلوکیتون باشه و برای این محدوده سرعت مثلا 15 گره، مقدار مزیتی که دارید 0 هست، یعنی نه مزیتی به دست آوردید نه به قول معروف خسارت و پنالتی برای اون کار میدید، نسبت توانی که صرف میکنید فرقی نخواهد کرد. اما اگر در همین محدوده سرعت یک مقدار محدوده سرعتتون رو افزایش بدید، در این حول و حوش بتونید حرکت بکنید، یک مقدار مزیت نسبی میتونید به دست بیارید. باز یک نکته جالبی که در اینجا حتما نیاز هست که بهش دقت کنید این هستش، نکنید ما همیشه نمیتونیم حد اکثر سرعت رو مبنا بگیریم. باید اونچه که معمولا در صرفه اقتصادی مصرف سوخت مد نظر قرار میدیم، قبلا صحبت کردیم روش، که سرعت کروز شناور یا سرعت اقتصادی شناور یا سرعت عملیاتی شناور. مثلا شما مثل یک اتومبیل میمونه، یک اتومبیلی مثلا شاید شما حد اکثر سرعتش رو ببینید 250 کیلومتر در ساعت هم زده، ولی اکثر طول عمر این اتومبیل و این وسیله مثلا در سرعت 120 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه. پس بنابراین شما اون موتور رو و وسیله نقلیه رو به گونه‌ای طراحی میکنید که در اون رنج دارای مصرف سوخت بهینه ای باشه. در مورد کشتی هم همینه. ما حالا کاری نداریم به اینکه حالا حد اکثر به اصطلاح سرعت چقدره، اون هم مهم هست و ما باید اون رو هم مد نظر قرار بدیم. اما اگر مثلا فرض کنید روی همین مثالی که مثلا من اینجا زدم، الان شما یک کشتی کانتینر بری دارید در محدوده ضریب بلوکی 55 صدم، میایید بالا، حد اکثر سرعتش 22 گره هست، میاد اینجا در نظر میگیرید بله مزیت خوبی هم به شما میده، اینجا عددی که به دست میاد هولوش 94% هست،
و شما این مزیت رو اینجا به دست آورید که 6% توان موثرتون رو کمتر مصرف میکنید. اما دقت میکنید که این مثلا کشتی کانتینر بر حد اکثر سرعتش 22 گره است، مدت زمان کمی رو ممکنه در سرعت 22 گره حرکت کنه. همون کشتی رو به صورت طبق سناریوی کاربری که براش نوشتن سرعت عملیاتیش رو اومدن گرفتن مثلا هول و هوش 19 گره مثلا فرض کنید در این محدوده. خب شما این محدوده رو که نگاه میکنید اگه قرار باشه کشتی اکثر طول عمرش رو در سرعت 19 گره حرکت کنه میفته توی ناحیه هاشور خورده یا ناحیه پایینتر از این، یعنی یا مزیتی ندارید یا مزیت منفی دارید، یعنی دارید پنالتی دارید صرف میکنید. چرا؟ این محدوده عدد بزرگتر از یک است. پس بنابراین نکته که میخوام بگم این هستش که شما در طراحی هایی که میخواد انتخاب بکنید فقط معیارتون حد اکثر سرعت نباید باشه، باید سرعت عملیاتی که در سناریوی کاربری برای کشتی تعریف شده اون رو هم مد نظر داشته باشید. اما در قسمت بعد باز نگاه کنید این ناحیه هایی که من با زرد رنگ مشخص کردم محدوده های نامطلوب طراحی هست. باز در اینجا دقت بکنید که مقادیری که ما اینجا داریم اعداد بزرگتر از یک هست، یا در این ناحیه حاشیه خورده که می‌بینید باز عدد برابر با یک به دست اومده. مثلا اگر بخوایم بیان کنیم چگونه تفسیر می‌کنیم، میگیم اگر ما یک کشتی داشته باشیم مثلا در محدوده عدد فرود هفدهم در سرعت‌های پایین شما مزیتی ندارید. در اینجا هم همینطور بود، در سرعت‌های پایین شما مزیتی به دست نمیارید به هیچ وجه. حالا هرچی اینجا سرعت افزایش پیدا می‌کنه، دقت بکنید هر چی سرعت افزایش پیدا میکنه شما وارد مزیت نسبی میشید. مثلا شما در این ناحیه نگاه کنید در همین محدوده 7 دهم وقتی که سرعتتون از محدوده 15 گره 16 گره افزایش پیدا میکنه و میاد بالاتر، شما اینجا به یک بار مزیت خوبی رو به دست میارید، مثلا با اعداد 9 دهم مواجه میشید مثلا در محدوده سرعت 16 گره. یعنی 9 دهم یعنی چی؟ یعنی شما 10% ذخیره سوخت به اصطلاح ایجاد کردید، یا 10% باعث افزایش به اصطلاح بهره وری شدید و به اصطلاح توان موثر مصرفی رو کاهش دادید. این مفهوم به اصطلاح هیدرودینامیکی هست برای نصب حبابی سینه. ادامه این جدول رو این نمودار رو شما در ادامه در شکل بعدی خواهید داشت. اینجا محدوده عدد بلوکی رو در 725000 داده، در اینجا ادامه داده 725000 تا 875000. باز می‌بینید که همین نسبت برقراره. شما در محدوده عدد فرود پایین می‌بینید که مزیت اونچنانی به دست نیاورید مثل اینجا. حالا علتش چی است؟ اگه بخوایم تصور فیزیکی تو ذهنمون داشته باشیم که چرا ما در محدوده سرعت‌های پایین معمولاً نصب حبابی سینه مزیت نداره که هیچ عیبم داره، خب ما حبابی سینه رو اصلا فلسفه‌اش چی است؟ برای کاهش مقاومت موج‌سازی کشتی است. موقع که ما در سرعت پایین حرکت میکنیم اصلا کشتی شاید در محدوده عدد فرود پایین اونطور اصلا مقاومتی ایجاد نکنه، یعنی اصلا مقاومت موجسازی خیلی عددی از مقاومت کل رو به خودش اختصاص نده که حالا حبابی سینه بخواد نقش ایفا بکنه. حبابی سینه موقعی نقش ایفا میکنه که مقدار مقاومت موجسازی سهم مؤثر و قابل توجهی داشته باشه، و سهم مؤثر و قابل توجه مقاومت موجسازی موقعی ایجاد میشه که عدد فرود بالا باشه. اعداد فرود هم موقعی بالا هست که ما سرعتمون بالا باشه. پس بنابراین ما در محدوده سرعت‌های بالا طبق نموداری که شما می‌بینید انتظار داریم که مزایای مناسبی به دست بیاریم. این نسبت کوچکتر از یک به دست بیاد، در محدوده سرعت پایین این به این شکل نخواهد بود. و اما بحث دیگه که از این نمودار با خدمت شما بگیم این هستش که در کشتی‌هایی که اما ذره بلوکی بالایی دارن که بحث نفتکش‌ها بود، ناگهان شما الان اینجا در اینجا می‌بینید که کلا خب نفتکش‌ها چون ذره بلاکیشون می‌بینید که بالا هست، مثلا در محدوده 8.85 و اینها اصلا محدوده سرعتشون کلا که پایین هست، میاد اصلا ما دیگه نفتکشو ندیدیم که 22 گره حرکت بکنه. اینجا محدوده سرعتش در اینجا می‌بینید که مثلا زیر 15 گره تعریف میشه میاد در این محدوده. اما در همین محدوده‌هایی هم که اینجا شما در نظر بگیرید، شما موقعی که مثلا در عدد 8.500 میایید یه خط عمود ترسیم میکنید در سرعت‌های مختلف که بررسی میکنید، در این محدوده ها که اصلا یک هست یعنی هیچ مزیتی به دست نیاوردید، در این محدوده که اصلا دارید پنالتی میدید و اصلا عیبی دارید ایجاد میکنید، در این محدوده های بالاتر هم به همین شکل. خب این نشان از این هستش که شما در کشتی های نفتکش چندان نصب حبابی به شما کمکی نمیکنه، و علتش هم که شما الان در اینجا دارید میبینید. و در این محدوده هایی که هم که اینجا هستم شما دقت بکنید، اینجا شاید حالا عدد کوچکتر از یک هست ولی میبینید خیلی نزدیک به یکه،
مزیت ایجاد کرده، ولی نه اونچنان. مثلا شما اینجا در محدوده مثلا ذره بلوکی 8 دهم ما که میاد بالا میبینید عدد مثلا هولوش 99% هست، 98%، 97%. یعنی شما اینجا اعدادی که در این ناحیه دارید مثلا 89% و 89% و 90% اینجا از این خبرها نیستش، مقادیر خیلی نزدیک به یک، یعنی مزیت اونچنانی برای شما ایجاد نمیکنه. مثلا 99% یعنی شما اینجا 1% مزیت ایجاد کردید، عدد 99% یعنی 1% شما کمتر از عدد 1 هستید و به همین نسبت مزیت ایجاد کردید، که میبینید خیلی قابل ملاحظه نیست. و اینکه مثلا ما میگیم در کشت نفتکش خیلی هوا بسینه نصب نمیشه، از این سری 400 فوتی میتونید این رو خیلی راحت بفهمید. نکته دیگه ای که در اینجا باید ذکر بکنم این است که ناکنید ما موقعی که میگیم این رشته مهندسی معماری دریایی هست، بحث معماری رو میام درش مطرح میکنیم، معماری پشتش یک دانشه، یک نقاشی فقط نیستش که شما بگید من میخوام یه حبابی سینه بکشم، چه شکلی بکشم که قشنگتر باشه، جالبتر باشه. مثلا این خبرها نیست. شما اگر دارید بحث از معماری میکنید، دانش معماری رو داشته باشید. دانش معماری بخشیش همین مباحثی هستش که اینجا شما میدونید وصل هست به مباحث مثلا هیدروستاتیک، هیدرودینامیک، دریامانی یا بحث‌های دیگه که مربوط به طراحی معماری بدنه کشتی هست. الان اگر از شما بخوان بپرسن که در یک کشتی حبابی سینه مورد نیاز هست یا نیست، شما کجا باید بگید؟ شما باید برگردید به دانش هیدرودینامیکتون. از نمودارهای مثل این چیزایی که الان اینجا من ارائه کردم، شما میگید ما یک فلسفه ای داریم با توجه به ضریب بلوکی که داریم و محدوده سرعتی که داریم و مزیتی که از سرعت عملیاتی کشتی میتونیم به دست بیاریم، در انتها ما تصمیم میگیریم که یک کشتی حبابی سینه داشته باشه یا نداشته باشه، یا اگه داشته باشه چه شکلی باشه، که ملاحظه چه اینجا من گفتم که حالا این سوال خیلی از دانشجوها هستش که در ترمهای ابتدایی میپرسن که آقا یک سری کشتی رو ما میبینیم حبابی داره یک سری نداره، آخر کار تکلیف چیه، حبابی سینه اصلا برای چی به کار میاد و آخرش مناسب هست یا نیست. میگیم اینجا نسخه کلی اینجوری نمیتونیم بپیچیم که خوب هست یا بد، از صفر و یکی نیست قضیه. شما با توجه به شرایط طراحیتون میبینید که میتونید مزیتی به دست بیارید یا نه، اگر بود حالا رو اعمالش تصمیم گیری میکنید. اما روش دیگه از سری 400 فوتی رو ما میتونیم استفاده بکنیم. در روش دیگه که اینجا داریم رگرسیون ثابت هستش، که روش دیگه هست از دیتاهایی که ما از سری 400 فوتی داشتیم. این آقای ثابت اومده یک فرمول‌هایی رو اومده به این فیت کرده، یعنی از روش رگرسیون که صحبتشو کردیم یک سری فرمول های استخراج کرده، از این فرمول ها ما میتونیم کار محاسباتی هم انجام بدیم، که این رو اومده برای 3 تا حالت آبخور مختلف، آبخور سبک، آبخور متوسط و آبخور سنگین، همون مقادیری که ما داشتیم رو برای این سری 400 فوتی یک فرمول های تو دلش در آورده. این رو بهش میگیم روش رگرسیون ثابت. این ثابت به این صورت هست که در ابتدا برای حداکثر آبخور اومده بیان کرده، محدوده پارامترها رو در این حد اکثر آبخور به این صورت تعریف کرده: L به نابلا به توان 1/3 بین 4.2 تا 6.4، BBT بین 2.2 تا 4، CAB بین 65% تا 8%، LCB از -2% تا -3.5%. خب در اینجا یک رابطه داریم، یک عبارتی داریم به نام CR400 هست برابر با به اصطلاح Y400 ضرب در 5.16 = 35 به علاوه 13.10 = 35. در این رابطه مقدار Y400 رو باید محاسبه بکنید. Y400 رو در اینجا این رابطه رو براش بیان کرده. A1 تا A16 ضرائبی هستن که ما داریم و مقدار X1 تا X16 پارامترهایی هستش که در اینجا تعریف میشه. مقادیر X1 تا X16 رو در این جدول دقت بکنید. ما یک عباراتی به این صورت داریم که این عبارات اول، اون 4 تا عبارت اولی که داریم تعیین کننده است و بقیه به صورت ضرائبی از همون عبارات اول به دست اومدن. در این عبارت اولی که ما داریم، پارامترهایی که داریم یکی نسبت بی به تی هست، ال سی دی هست، ال به نابلا به توان 1/3 هست و مقدار سی بی، که تمام این پارامترها رو ما داریم، جزء هندسه بدنه رو برامون شناخته شده است و ما میایم این به اصطلاح محاسبات رو انجام میدیم. این برای محاسبه مقادیر X1 تا X16 که اینجا مورد نیازه. اما برای A1 تا A16 هم اینجا این جدول ارائه شده برای حالت لود درفت یا حد اکثر آبخوری که شناور داره. باز اینجا بی بخش بر رادیکال اف، رادیکال ال رو ما داریم که گفتیم این بی اکا سرعت حرکت کشتی و ال اف هم طول کشتی هست. برای مقادیر مختلف بی بخش بر رادیکال ال که شما اینجا دارید میبینید،
مقادیر A1 تا A16 رو میتونید استخراج بکنید و این مقادیر رو که استخراج کردید در این رابطه Y400 جاگذاری میکنید. مقدار Y400 که به دست آوردید در این رابطه CR400 میگذارید. مقدار CR400 رو که محاسبه کردید در این رابطه پایین میذارید. به این صورت C400 برابر است با CR400 ضرب در نابلا به توان 1/3 در بخش بر 2.4938 ضرب در N. خب اینجا شما موقعی که این رابطه رو به دست آوردید از C400 چی رو به دست میارید؟ قبلا صحبت کردیم که از C400 شما توان مؤثر رو میتونید به راحتی به دست بیارید. پس این برای به اصطلاح لود درفت یا حداکثر آبخور. اما برای آبخور مدیوم یا آبخور میانی باز محدود پارامترها رو به این صورت داده: ال به نابلا به توان 1/3 بین 4.6 تا 6.9، بی به تی بین 2.6 تا 4.9 و مقدار سی بی و ال سی بی رو هم گفته. یک نکته ای که اینجا باید در همین ابتدا دقت بکنید، ما اون اثر تغییرات آبخوری که ما اینجا اومده گفته مثلا آبخور حداکثر، آبخور میانی و آبخور سبک، مقدارش رو و اثرش رو ما در همین پارامترها داریم می‌بینیم، به خصوص در نسبت بی به تی. الان اینجا نکنید شما در آبخور متوسط مقدار بی به تی رو داده 2.6 الی 4.9. قبلا این عدد چند داده بود؟ بین 2.2 تا عدد 4. حالا اینجا عدد بزرگتر شده. چرا بزرگتر شده؟ چون نسبت بی به تی، تی در مخرج در اینجا کوچکتر شده. آبخور حداکثر رسیده به آبخور متوسط، یعنی بی تی کم شده. چون تی کم شده عرض کشتی هم که ثابت هست، پس بنابراین این نسبت باید بزرگتر بشه و به همین نسبت شما اینجا دارید میبینید. از طرف دیگه شما این پارامترها رو هم در اینجا میبینید که تغییر کرده نسبت به حالت مثلا فول لودی که اینجا ما تعریف کردیم. میبینید که این محدوده ها هم باز دوباره تغییر کرده. این محدوده ها به چه دلیل تغییر کرده؟ شاید سوالی باشه که خب ما هندسه بدنه که در اثر تغییر آبخور تغییر نکرده، اینا برای چی تغییر میکنه؟ ما میگیم هندسه بدنه ثابته، آبخور تغییر کرده، ولی اون چیزی که داره تغییر میکنه شکل زیر به صدا خط آب هست. یعنی شکل هندسه زیر سطح آب تغییر کرده، به همین دلیل این نسبت هایی که اینجا داریم قطعا تغییر میکنه و ما هم باید این کارو بکنیم و میکنیم. و اینجا شما دارید میبینید که این به این صورت اعمال شده. یعنی اثر تغییرات آبخور رو شما در این ذرایب دارید میبینید. اگر در اون کشتی که هستید و مد نظرتون هست توی این محدوده ها قرار بگیرید، میتونید استفاده کنید و مسئله ای نداره. مثلا شما برای همین کشتی مورد نظر پروژه‌تون که برای تکمیل پروژه انجام میدید، سه تا آبخور مختلف رو در نظر میگیرید که مثلا یکیش در این محدوده مثلا مدیوم میفته، یکی در آبخور سنگین، یکی در حالت سبک، و مقادیر رو به این صورت میایید و محاسبه میکنید، مقادیر رو میدید. اما در اینجا دقت بکنید، برای آبخور مدیوم هم CR400 رو به این صورت Z400 ضرب در این اعداد اینجا داریم. مقدار Z400 رو ما باید محاسبه بکنیم تا CR400 رو به دست بیاریم. Z400 باز به این صورت مثل قبل بیان شده: B1 ضرب در R1 تا B16 ضرب در R16. مقادیر R1 تا R16 رو باز در اینجا در این جدول بیان کرده. باز اون 4-5 تا اول پارامترهای اصلی ما هستن که اینجا مقادیری که شما می‌بینید نسبت بی به تی، ال سی بی، ال به نابلا به توان 1/3 و سی بی هست که همش هم داریم. اما مقادیر B1 تا B16 رو هم از این جدول به دست میارید. در این جدول در آبخور متوسط که ما اینجا داریم، برای نسبت V بخش بر رادیکال L های مختلفی که اینجا دارید می‌بینید، مقادیر B1 تا B16 رو میایید از این جدول محاسبه می‌کنید و در این رابطه جاگذاری می‌کنید. مقدار Z400 رو به دست میارید. Z400 رو که به دست آورید در این رابطه جاگذاری می‌کنید. CR400 رو به دست میارید. CR400 رو که به دست آورید در این رابطه پایین جاگذاری می‌کنید. مقدار C400 رو به دست میارید. از C400 هم که باز گفتم مستقیم مقدار P افکتیو، توان مؤثر، به دست خواهد اومد. و بس بنابراین جدابلی که اینجا به شما داده خیلی کمک میکنه به اینکه خیلی راحت شما بتونید مقادیر توان مؤثر رو استخراج بکنید. اما برای سومین حالت هم همین آبخور سبک هستش که باز شما میبینید که مقدار بی به تی افزایش پیدا کرده، رسیده به 3.4 الی 6.4، چون تی کاهش پیدا کرده در آبخور سبک هستیم. مقادیر دیگه هم که میبینید خب بدیهی است که تغییر میکنه. گفتم که چون با توجه به تغییر خط آبخور شکل هندسی زیر آب تغییر میکنه، اون حجمی از بدنه که زیر آب بوده در هر آبخور متفاوته و ما هم همین توقع داریم که این ذرایب ما تغییر بکنن. باز در اینجا CR400 رو به صورت S400 در این عبارت داده، S400 رو به صورت C1 در T1 تا C16 T16 داده، T1 تا T16 رو از این جدول به دست میارید و از این جدولی که اینجا هستن برای حالت لایت درفت
مقدار V بخش بر رادیکال L رو دارید، C1 تا C16 به همین راحتی به دست میاد. مقادیر C1 تا 16 و T1 تا T16 رو دارید، در این رابطه S400 رو حساب میکنید، از S400 SR400، از SR400 C400 و از C400 هم مجددن مقدار P افکتیو به دست میاد. خب این بحث تا اینجا تموم هست و ما این بحث سری 400 فوتی رو در اینجا میبندیم. برای تکمیل فاز 19 پروژه شما محاسبه مقاومت به روش سری BSRA یا همون سری 400 فوتی رو برای 3 تا آبخور مختلف سبک، متوسط و سنگین محاسبه میکنید. فقط گفتم این نسبت ها رو یه جوری میگیرید که در اون دیویتی در اون سه حالت مختلف قرار بگیره، اعداد و مثلا استخراج میکنید، مقادیر رو محاسبه میکنید، پی افکتیو رو برای سه آبخور مختلف به صورت مجزا بیان میکنید. و اما اگر بخوام من یک توصیه یک دقیقه در اینجا خدمت شما داشته باشم، در اینجا بگم که برای کارهایی رو که در زندگیتون فکر میکنید مهم هست، یک سری کارهایی هستش که ما فکر میکنیم انجامش ضروری هست و حتما باید انجام بدیم و انجامش میتونه یک خدمت موثری به کشورمون باشه، نباید خیلی معطل بکنید و در مسیری که حرکت میکنید هرچی با سختی های بیشتری مواجه باشید، این نشونگر این هستش که کاری که دارید میکنید ارزشمندتر است. یک مواقعی هستش که شما در یک جاده‌ای که قبلا ساخته شده حرکت میکنید راحت‌تر حرکت میکنید. یک موقع هست شما در یک مسیرهایی دارید حرکت میکنید که قبلا کسی نرفته، شما به عنوان به اصطلاح جاده صافکن بقیه خواهید بود، به عنوان راهگشا خواهید بود، پس بنابراین بدیهیه که با سختی‌های بیشتری مواجه خواهید بود. به همین دلیل هستش که من یه توصیه‌ای که همیشه به دانشجویان در کلاس می‌کنم این هستش که لودر باشید. این لفظ لودر باشید رو برای چی داریم میگیم؟ این هستش که شما در مسیرهای جدیدی که دارید حرکت می‌کنید، باید هم خودتون رو به جلو حرکت بکنید و هم یک مسیر رو باز بکنید برای بقیه. شما یک لودر رو موقعی که شکل شمالش رو نگاه می‌کنید، میاد یک مسیری رو نه تنها خودش حرکت می‌کنه، اون زوائد و اون مشکلات به پستی بلندی‌های بین مسیر رو هم از سر راه برمی‌داره، یک مسیر رو باز میکنه و خودش هم رو به جلو حرکت میکنه، به گونه که بعدی ها اگه خواستن حرکت بکنن این مسیر رو راحتتر، زودتر و بی‌درد سرتر برن و انرژی خودشون رو صرف بکنن برای مسیرهایی که من و شما عمرمون و فرصتمون قد نمیده که به اونجا برسیم. اگر اون وقتی که ما میذاریم همون وقت هم قرار باشه بعدی های ما بذارن، پس بنابراین ما مزیتی در کشورمون ایجاد نکردیم. پس بنابراین لودر باشید و این لودر کار بکنید و به سختی ها و خستگی ها نیندیشید، به موفقیت ها و به اون کارهای مؤثری که برای کشورتون دارید انجام میدید به اون بیندیشید. امیدوارم که در این راه موفق باشید، امیدوارم که بحثی که گفتم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.